سی دلار رسید به روزی مثلا دو. چرا 700 دلار بیزنس دو سال اول پول در بهترین راه برای پولدار شدن اینه که دختر پولدار رو پیدا کنی باشه ازدواج کنی مثلا تو جیم خوشم گریه کردم تو اینترنت عکس دختره خوشگله رو پیدا می‌کردم پینک کردم، به دروازه سلام برای یوتیوب آقا سوال اقتصادی هستم امروز امین سوالی که پرسیده اینه که من رفتم کانال چریختی مستقل شدم و چریختی ام... داشت چون مستقل شد از نظر مالی درست میگم خب من که اومدم اینجا اولش که خب رفتم یه مغازه کار گرفتم توی انبار یه مغازه وسایل خونه میفروخت و اینا رفتم تو انبارش کار کردم که چون گنده بودم یه خانومی جون همه خانوم بودن کل مغازه خانوم بود بعد گفتن که انگلیسی خب انگلیسی بلد بودم اومدم ولی خب تجارت میکشیدم آویسا انگلیسی همه چیو که بلد نبود. خانم گفتش که چون تو انباره با کسی نمیخواد حرف بزنی فقط یه زور زیاد میتونی بلند کنی بیا گفتم آرزوام زیاده بسد مثل بنز بلند میکنه چند کار کردم بعد از مثلا سه ماه اومدم جلو شروع کردم فروختن بعد توی اسم کمپانی بود بامبی کمپانی وسایل خونه میفروخ خیلی گرم مثلا یه شم میفروخ 80 دلار مثلا اینو میفروخ 80 دلار باشه اومدم اونجا کار کردم و بعد جوری که اونجا بود مغازه شیش قسمت میکردن هر کسی میتونه یه جا رو بفروشه من قسمت من فروشش خیلی رفته بود بالا چون من هم فقط پیرزن میومد اونجا من باشون مثلا میگفتم میخندیدم اینا میخریدن برام میدم کادو فرستادن از هد مثلا بالش تو همین این شمعای ولی خب چون گرون بود مثلا گرون ولی خب همش اشغال بعد دیگه من اونجا شروع کردم کار کردن از اونجا رفتم توی مغازه دیگه رفتم توی مغازه دیگه رفتم تو پیتزا فروشی این موقع کار کردم هرچی هم که پول در می جمع می کردم مثلا توی یه حسابی رسیده به 200 و مثلا 4000 دلار پول خب بالاخره خرج زندگی هم بود دیگه ها چیزی میخوای بخری اینا اونا رو هم میدادم و دیگه هر چی اضافه می اومد و هر چی میتونستم از اینا به تیغم جمع میکردم تو اون حسابه اون حساب رسید به 24000 دلار بعد یه روز خواهرم با هم دعوامون شد صبح از خواب بیدار کرد که آره پرینتر رو تموم کرد یه کوسچ پرینت میکنی من رو اینترنت عکس دخترای خوشگله رو پیدا میکردم پرینت میکردم میزدم به در دیوار اتاق بعد اینا میگفت دیوونه این چه کار احمقانه میکنی این حرفا بعد چون تو ایران خیلی ای سخت عکس دختر در پرینت کنی بعد میافتیم مغازه مغازه یارو میگفت پرینت نمیکنه چاپ نمیکنم از یه جوری میافتی از دو برابر میگفت چاپ میگه خیلی سخت بود دیگه مثلا اینجا دیدم خونه پرینتر میزنی پرینت میشه خیلی حال میکردم بعد نمیدونم که چقدر جوایش تمام میشه میگم که حالا داره دیگه بعد این یه روز خواهرم اومد خونه گفتش همین دوام شد که آره من میخوام مشق مدرسه ها بنویسم نمیتونم به خاطر اینکه تو اینا رو پرینت کردی منم بهم خورد و در و کوبید رفت م بهم بهم خورد و داشتم گفتم دایو سر جوهر به این ما رو بیناموز کرد یه 20 دلاری گذاشتم تو جیبم و رفتم تو مغازه وایس یه 5 تا سیاه برداشتم 5 تا رنگی گذاشتم دم کشیه یارو زد و گفت مثلا میشه 800 دلار گفتم ها گفت 800 دلار من 20 دلار با خودم آوردم خب میشه 800 دلار گفتم نمیخواد مرسی اومدم خونه اونم این چیه که 800 دلاره این جوهره که تمام شده رو برداشتم یه برداشتم اون جوهره رو بریدم بازش کردم دیدم هیچ چی نیست توش فقط پلاستیکه یعنی یه دونه یه است همین که توش جوهر بودی روزی الان جوهر تموم شده بعد گفتم که خب من تو ایران شیشه می خریدیم با خودنویس توش 50 سنت در میاد پول اینجا 100 میلم توش یادم جوهر داشت از تجریش هم می خریدم. به پول اینجا میشد 5 سنت بعد گفتم تو این مرده که تو تجریش داره به ما میفروشه داره 3 سنت میخوره روش که ما میشه 5 سنت دیگه نه 2 سنت که میخوره اصلا 5 سنت هم ارزان تره بس همین چه جوریه که جوهر تو ایران تو شیشه میاد 100 میل 5 سنت تو گرون ترین بشه. بعد توی کانادا جوهر تو پلاستیک ارزون تر از شیشه راحت تر از هم نولم از شیشه فقط 23 میل توشه یک چهارم صد میل بعد این 70 دلاره من میخوام توی این بیزنس باشم. رفتم یه کمپانی پیدا کردم توی چین که جوهر میفروخت اینم پدرم درمان تو پیدا کردم هر کاری میکردم پیدا کنم تا یه روز با یه نفر که آدم اینو این... آدم با باهوشی بود به اسم پاشا بهش گفتم که من همچین چیزی میخوام یک سال و دارم میگردم نمیتونم پیدا کنم من. رفت تو اینترنت و زد گفت بیا این کمپانی اسمش بود گلوبال سورسز یه همچین چیزی آره گلوبال سورسز گفت بیا برو اینجا اگه زدم جوهر این کارخونه ها اومد منم از از روی اینترنت رفته بودم جوهر ارزون خریده بودم چند مدل متفاوت خریدم از چند نفر متفاوت بعد امتحانشون کردم یه دونه خیلی خوب کار کرد جوش خیلی خوشگل بود از همه بالاتر بود اینا من میخواستم اونو پیدا کنم شانسی هم دقیقا همون پیدا کردم یعنی کسی که از این کمپانی خریده بود اسمش عوض نکرد از خوش مستقیم دیگه منم کمپانی کمپانیه پیدا کردم به اسم MMC بعد دیگه من با اینا کانکت کردم و بهشون گفتم که این چیزا رو میخوام بعد حالا چه اینا رو پیدا کردم رفتم یه فروشنده آنلاین پیدا کردم بعد مردم اونجا فیدبک میذاشتن دیگه مرسی جوهرش خوب بود سود اومد اینا بعد اونجا مینوشت که چی خریدن نه نمینوش ولی آیتم نامبرش رو میزد میتونی کلیک بکنی روش بری توی صفحه بعدی به نشون میده که این چی بوده من همه این کارو کرده بودم برای مثلا 400 بار و تمام این اسما رو نوشتم توی اکسل بعد سورت کردم ببینم کدوم فروش رفته هر کی فهمیدم کوراسان بیشتر فروش رفته اونو شو از چین سفارش دادم گفتم از این 100 تا میخوام از این یکی کمتر فروش رفته 10 تا میخوام حالا مثلا گفتم از کمتر 100 تا میخوام از زیاد گفتم 1000 تا میخوام قیمتش هم تو چین بود مثلا دونه ای 45 سنت یه با همه وسایل و سرش پاره بشه و از این حرفا همش بود 45 سنت مطمئنم سفارش دادم و بعد حالا چین میگه بعد پول بفرستی تا ما کار کنیم گفتم یعنی چی تو جنسو بفرست اینجا من دم بندر میدم گفت برو بابا با چاغال چی فکر کردی من همه پولتو تاش میخوام تا بهت بد بدم منم چیز بودم نگفتم که آقا من نمیخوام مثلا الان پولا بفرستم وقت پول ما رو بخوره و اینا دیگه نمیم چیکار کنم یه روز دیگه فرستادم پولا فرستادم و 7000 دلارم بود فکر می کنم 7000 دلار فرستادم چین همون یه بلیط خریدم رفتم فرانسه پیش علیرضا گفتم میدم دو هفته با علیرضا حال میکنم اگه پولم خورد حداقل با علیرضا مثلا نمیفهمم درد و مردم اگر پولمو نخورد که دیگه رفتم عشق کردم تا برگشتم کارم رو نقه روز دوم که فرانسه بودم از چین ایمیل آقا ما پول تو از بانک گرفتیم تولید رو از فردا شروع میکنیم ببین دیگه دمی تو فرانسه من عشق کردم برگشتم اینجا جنس رسید و رفت بعد بلد نبودم که باید چیکار کنم رفتم مرز یعنی نم چی میگن گمرک رفتم گمرک بعد گفتم ام... که من میخوام از چین داره جنس برام میاد چیکار کنم بعد گفت تو مثلا اینو داری نه اینو داری نه گفت چه گوی میخوای مثلا داشته باشی بخوام کی کی بگیرم گفتش که من بد... من وقت ندارم اینجا تو رفت. رفتم به... پلیس دوم گفتم, گفتم گفت برو بابا به سومی گفتم گفت وقت علف فکر کردی چی به چهارمی گفتم کمکم کرد گفت بعد اینو بعد از این سازمان بگیری اینو بری از اون سازمان بگیری اومدم خونه زنگ زدم به اون سازمانا گفتم که من اینو میخوام گفتم خب اینو اینو ما میخوام انجام دادم گرفتم گرفتم برگشتم اون مرز یعنی گمرو گفتم که خل خب آقا جان سن داره میرسه من بعد چیکار کنم گفتم بعد این کار کنی این کار کنی این کار کنی گفتم اوکی فراهم کردم آوردم اونجا و حالا میخوای ببینی که چقدر باید پول چیز بدی وارد کردن بعد زدم جوهر بعد که زدم جوهر زد جوهر هستش دو درصد و نیم یعنی تا دو درصد و نیم هر وقت جنس میری روی این مالیات بدی و من گفتم خب بذاریدم چیز دیگه هست مثلا به این بتونم بچسبونم چه همینجوری گشتم 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 تو چیزی پیدا کردم یعنی کاری که کردم تقریبا واقعا میتونم بگم تمام چیزایی که بود اینجوری با کامپیوتر میذارم دودون دو 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 میخوندم میخونم داست مثلا نوشته بود و همینجوری زدم زدم خوندم تا رسیدم یه زده بود یک کانتینر یعنی یه جعبه یه جایی که چیزی نگه میداره یه کانتینری که توش مایه باشه خب این دیگه قشنگ تن چیزی که جوهر توضیح میده دیگه جوهر ضعیفتر به این اگه بخوای بگی که توضیح بگی این جوهر شد نفهم یه ظرفیه که توش جو... توش مایه است خیلی بهتر میتونه بفهمه و منم اینو زدم اینو که زدم زد مالیاتش صفره آقا ما هم اینو انتخاب کردیم من هم برای ده دوازده سال تو بیزنس جوهر بودم کل دوازده سال مالیات صفر دادم به خاطر اینکه فقط اونجا یه چهار ساعت وقت تلف کردم نشستم اونجا چیز کردم زود نمیخواستم بودم برم الان حال کنم فلان گفتم نوزا برم که اگه اطلاعاتی هست نمیدونم شینی یا نم میگن اطلاعات knowledge is money من فارسی چی میشه لطفا بزنه knowledge is money این هم همون بود من که اگه اینو فهمیدم شروع کردم مثلا دو درصد پول درست کردم ولی اگه نمیفهمیدم تا روز آخرم با میدودم روز آخرم اصلا نمیفهمم تو پاچم میافتیم جلو واسه همین تا میتونی کارات خودتون بکنی اینی که یکی رو میشناسم این کار بلده ای یکی میشناسم این کار بلد ای یکی ای گفته باباش تو این خوبه همه رو بشش توش کسایی هستن که از امروز از 100 سال پیش تا امروز تو کار جوهران هنوز این کار من نتونستم بکنم و من همین کارو با آمریکام کردم و آمریکا که میخواستم بیارم دوباره دوباره آمریکا 5 پن... آمریکا 5 درصد یا 7 درصد میگرفت بعد آمریکا این کامپیوتره که کانادا داره رو نداره یه تلفن زنگ میزنی میگی چی داری اون بعد توضیح میده گفتم خب من چجوری سیستم اینا رو بگردم آقا شروع کردم 50 بار زنگ زدم بعد هی یه جور دیگه جوهر رو توضیح میدادم می گفتم ما داریم ظرف میاریم می که تو این ظرف مثلا میخوایم رنگای متفاوت بریزیم میگم بعد چی استفاده میشه گفتم برای نقاشی برای چیزایی مثلا خاصه و اینا هی به من اطلاعات متفاوت میدادن یکی میگفت مثلا جوهر بزن یکی میگفت بزن قوطی رنگ یکی میگفت بزن یه جعبه‌ای که تو شیزه بعد بالاخره انقدر گشتیم گشتیم تو یه چیزی پیدا شد که خود ده اونم به من گفت یعنی من اصلا دیگه نه انتخاب میکردم اون گفت مثلا اینی که تو داری توضیح میدی ما بهش میگیم یه کانتینری که توش مثلا لیکوئید داره و شماره شما از 1 تا 3 4 5 نه بعد مالیات بدی گفتم خدا پدرت رو بیامرزه اونم گرفتم یعنی یه بار اتفاق نیفتاد که بگی حالا تو شانس آوردی اینجوری فکر نکن شانسی بود نه یعنی هم از چین به کانادا فهمیدم هم از کانادا به آمریکا فهمیدم جفتش هم چیزی که اول بهم گفتم بعد پول میدادم بعد پول دادن پول واسه هم مهم نبود وقتی پول میاد تو داستان یه پنج قدم اضافه میشه بعد این پنج قدم هر کدوم مثلا شاید نیم ساعت تا یه ست. نه هر قدمش کلا مثلا نیم ساعت تا یه ست کار داره حالا شو فکر که خب من هفته سه بار میرم آمریکا هر یه ماه هم جنسم داره میاد اینجا اگه بشین حساب بکنی من سالی مثلا هشتاد 90 ساعت از دست میدم اگه من میخوام این بعد پولم باید تازه بدم یعنی 90 ساعت بعد وقت صرف کنم که پولم توزه بدم خب من اینو پیدا کنم که صفر بشه یا که میگه صفر بده بره اون میگه تو دم برو کامپیوتر میگه اوکی آقا، این چیزی که شما صفره بازم میکنه نگاه میکنه اونجا میخونه یه جعبه ای که توش جوهره یه جعبه ای که تو جوهره برو بریم یعنی همه راضی خلاصه این کاری بود که ما شروع کردم و از بعد از چند وقت شروع که پول آوردن دو سالم بعد من تو بیزنس هم اینو خونده بودم که هر وقت میخوای یه کاری شروع بکنی باید برای دو سال اول تمام خرجات رو توی بانک داشته باشی یعنی پول کارگرت پول غذایی که میخوای بخری که فکر کنی یک دلار پول در نمیاری چون بیزنس نباید دو سال اول پول در بیاره بعد سال دو تا سه بعد پول در بیاره اگه پول در یعنی بیزنس بدیه دیگه سال 4 بعد بی خیالش من اون 20 که 20 خورده که جمع 20 تا که جمع کرده بودم و که گفتم هفت تاشو دادم پول چین سه تاشم دادم رفتم فرانسه پیش علیرضا 10 تاش مونده بود این 10 تا رو برداشتم گذاشتم توی حسابه گفتم من برم تقریبا ماه 500 دلار اضافه لازم دارم که مثلا پول پست و اینا رو میخوام بدم من با ماه 500 دلار کافی مه خلاص بعد دو سال آقا بیزنس پول نمیداد منم ناراحت بودم بعد دیگه یه روز بولاشم رفتم توی جم خونه ورزش کردن نه ورزش کردن رفتم توی بشینیم گریه کردن بعد بابام اومد اونجا و گفت چرا گریه میکنی و اینا گفتم آره من مثلا دو سالی دارم روش کار میکنم جواب نمیده و نمیفهمم چرا همه چی من بهترینه همه کار دارم میکنم نمیدونم چرا جواب نمیده و بابام گفتش که چقدر تو حالا خرج کردی گفتم مثلا 23 تا گفت من دو برابر این پولو بهت میدم فردا همه رو به بف... بف... چیز کن خاموش کن بیخیال خیال شو بشین به چسب درس گفتم نه من نمیخوام میخوام من میدونم این باید جواب بده و نمیدم چی فکر میکنم فقط وقت میخواد یه بیشتر باش دیگه داد سه سال و خورده ای که گذشت یهو رفت بالا یهو مثلا فروش از روزی مثلا چون 30 دلار رسید به روزی مثلا ه هم دلار بعد رفت رسید به روزی مثلا 1500 و بعد دو هزار دیگه همجور رفت بالا رفت بالا رفت بالا رفت بالا و رف رف من دیگه آردی تو سال سه و یه به نظر اقتصادی دیگه اوکی بودم که حتی مثلا سال سال آخر دانشگاه بودم نزدیک چهل هزار دلار بدهکار بودم به دولت که پول قرض کرده بودم که برم مدرسه در واقع من سال همون یک سالم هم که قبل از این مدرسه تمام بشه همه اون پولم هم دادم و اون پولم دولت به وقتی میده تو مدرسه ازت بهره نمیگیره دیگه این هم به قول کاری بود که من کرده بودم و یه راحت شدم همین این داستان ما بود برای استقلال در کانادا بهترین راه برای پولدار شدن اینه که دختر پولدار پیدا کنی باش ازدواج کنی همین <applause> سوال داشت که بهترین راه و سریع ترین راهی که میشدم پولدار بشه چیه جوابش این چیزی بود که شنیدی بعد از این بیزنس بعد نگاه کنیم ببین تو دنیای امروز چی مهمه و همونو برید تو اگه 2004 باید بری توی ایبی یا آمازون اگه 2008 باید بری تو اپ اگه 2012 باید بری تو اینستاگرام اگه 2016 باید بری تو تیک تاک و میگم باید بری و همه همه چیشو هم باید امتحان کنی من وقتی جوهر رو آوردم همه جا رفتم تو مغازه ها سر کردم برم توی نمیدونم خودم سر کردم مغازه برم بزنم جایی توی مال و اینا توی مدرسه رفتم کمپانی ها رو رفتم داروخانه رفتم میشه دکتر رفتم که آقا شما چهجوری جوهرتون رو میگیرین یعنی هر جایی بود که رفتم دیدم بهترین جا که بیشترین پولم تو در آنلاینه همه دیگه رو بی خیال شدم فقط چستم دستم مثلا مغازه بود که من زدم که آقا جوهر بیار برام گفتم دیگه نمیارم مغازه کلا خودشون در مثلا شاید ماهی مثلا هزار دلار ازشون در میوردم فقط باید کافوت برم در مغازه به یوری جعبه بدم ما هزار دلار میتونم گفتم نه برم تو مغازه و بیام دو ساعت راهه من تو این دو ساعت میشینم خونه میرم زیر همه ویدیوها مینویسم که جوهر از اینجا بخرید میرم تو همه چت با مردم چت میکنم میگم که یو من فهمیدم چیزی با یارو دوست میشم و میگم حالا که آدم خوبی هستی یه چیزی به یاد بدم من جوهرم از این وبسایت میخرم به جای اینکه دیگه 160 دلار پول بدم 20 دلار پول میدم گفتم اگه خواستی امتحان کن میرفتم در مغازه مغازه که جوهر میفروشه به مردم کارت میدادم بیا آنلاین بخره یعنی همش داشتم کار میکردم 24 ساعته چشام که باز میگم کار میکردم تو شب جوای دادم گل میزدم میشستم پای کامپیوتر از ساعت مثلا 10 تا ساعت مثلا 4 صبح کار میکردم واسه همین راه راهش اینه که فقط اون چیزی که توش خوبی رو پیدا کنی و مثل حیوان واسه 15 سال روش کار کنی حالا مثلا میگم یه همیشه میتونی چمنزن باشه میتونی رنگ بزنی میتونی آجر بچینی ولی توی کارت خوب باشه. باش حرفه‌ای باش تیمتو درست کن یه نفر میخواد خونه بسازه بگه زنگ بزنیم به این یارو این آجر میذاره بعد میاد نگاه میکنه این خونه تو سه نفر لازم داره من میام و اسقر و امنم میارم خودم میسشون دوات میذارم همه کارشون میکنم هر کم کون گوشو دو برابر میتونم کار کنم اونم پر کنم صاب کار میاد میبینه کار تموم شده بعد از شش ما میبینی دیگه اصلا نمیتونی سر تو بخارونی انقدر جا پس باید بری به مردم بگی کار کن خودم دیگه نباید کار کنی ولی اگه تصمیم بگیری من میخوام یه کمپانی بزنم که دیوار بکشم اگه ده نفر رو استخدام کنم اونام خوب کار کنن ما معروف میشیم دیگه این انم نمیشی میدونی این نظر منه تو هر کاری میتونی. پول چمنزن نمیدونم اپ بنویس هر ولی باید توش خوب باشی 24 ساعت کار کنی و قبول نکنی که میخوری زمین همینجوری باید بری ولی مثلا میگم یه بیزنس رو داری چهار سال باید بگی که اوکی من میخوام بیزنس کنم ولی این بیزنس جوهر پس خوب نیست بعد 4 سال بیای بیرون حالا شروع کنی لامپ بفروشی بعد 4 سال لامپ جوهر بعد مثلا سال 16 هم داری وسایل رکوردینگ میفروشی و وسایل رکوردینگ یو چون تیک تاک و اینا معروف میشن میتره که و تو میلیونر میشی به خاطر اینکه آیش چیز چهارمت گرفته تو هنوز بیزنسمنی و اونو بیخیال نشدی گفتی آقا من میدونم میتونم یه چیزی بیارم به مردم بفروشم من میدونم یه سرویس رو میتونم ارائه بدم من میتونم یه توی آنلاین مثلا یوتیوبر بشم چیزی که هست قبول کن و بچسبش مثلا من امکان داره اول نگاه کنی ویدیو ما اول ویدیو هم بیرونه بعد یه سری ولاگ درست کنیم بعد الان فهمیم که آقا پلتفرم من اینه که من بشینم پشت کامرا نظرمو راجع چیزی که دیدم و اینا بگم با صدا متواضع بحث کنیم نظرا رو بشنویم آدما با هم رفت و برگشت داشته باشیم دیگه الان دارم روی این فوکس میکنم بعد بچرخی تا بفهمی چیه مردم باید فیدبک بهت بدن و یه حالت دو طرف از بده بستونه هیچ جوری هم نمیتونی روز اول این چیزا رو بدونی هیچ کسی هم نمیتونه بهت بگه باید این رو تجربه کنی و باخت قسمتی از یادگیری اگه تو باخ نداشته باشی این تو چیزی داری یاد نمیگیری و هیچ کسی نمیتونه قرار خوش شانس باشه میتونه باشه میفهمی مثلا خیلی 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 خیلی, شانسش کمه که تو همه قدماتو درست بری تو ده دفعه به فاک بری که دفعه 11 هم بعد موفق شی دفعه 11 امکان نداره به فاک بری چون میدونی داستان چیه دمتون گرم چاکس